ایران ما، کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بیبدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظارگر تنوع بسیار در زمینه‌های نظیر زبان، آیین‌ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های این چنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می‌کنم تا در مجموعه مستند به نام پارسین زیبایی‌های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. در شمال روستای رشکین کوه زرد رنگی وجود داره که به اصطلاح محلی به آن زردکندو میگن. این قله در کنار یک دره عمیق که از پای کوه زرپندار شروع و در پایین روستای فشک به یک دره‌ای که از قزوین به روح‌آباد میرسه منتهی میشه. به علت عمق این دره در کنار زردکندو امکان رفتن به داخل اون بدون تجهیزات میسر نیست. گویا عمق دره در اثر مرور زمان و آب رفت به وجود اومد و به گفته افرادی که از اهالی رشکین به داخل اون رفتن، آثار تراشیده شدن در دیوارهای صخره‌ای اون دیده میشه و جایی شبیه چند اتاقکه. بر پیشانی این آثار چند جایگاه تعبیه شده که وقتی داخل اون قرار میگیری بسیاری از فضاها و راه‌های ورودی و خروجی روستاهای فشک و رشکین به وضوح دیده میشه. از جمله عناصر معماری شناخته شده در سرزمین ایران، اتاقک‌های کنده شده در صخره، موسوم به معماری دستکند با کاربری‌های مختلف سکونتی همچون پناهگاه فصلی، خلوتگاه، محل دیدبانی و یا مخازن ذخیره و حتی جنبه‌های آیینی و تدفینیه. لازم به ذکره که عملیات شناسایی و مطالعه و متعاقب اون تشکیل پرونده ثبتی این اثر در ابتدای راه بوده و تنها با توجه به گستره قلاع و سکونتگاه‌های قرون میانی به ویژه در عصر خداوندان علموت این احتمال وجود داره که پناهگاه مزبور با کاربری سکونت و انبار آذوقه مربوط به سده‌های پرزد و خورد 5 و 6 هجری و یا حتی مربوط به حضور سادات کیایی در سده 9 هجری قمری باشه. این دستکنها که به غلط توسط بعضی از اهالی به قلعه معروفه دقیقاً در بالای چشمه کیلکان قرار داره. در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز هوا در این مناطق مطبوعه، یعنی نه بسیار گرم و نه بسیار سرده. در فصل زمستان هم آنچنان سرد و یخبندان نیست و سرمای اون تا اندازه زیادی قابل تحمله.
به این میگن کوچکا قزغون، به این میگن پیلا قزغون، هر دوش از مس و برای استفاده های مثل شیر پختن و از این کارها ازش بهره میبردن. به این هم میگن ونده. ونده وسیله ایه که یه سمت اولاق یا قاطر یا اسب میبستنش و یه سمت دیگه هم عین همین میبستن و داخلش رو علف های مورد نیازشون رو برای تعلیف دام هاشون میریختن و به مناطق پایین میوردن. بیشتر در فصول مثل بهار و تابستون از این استفاده میکنن. یه چیزی که ما قبلا ندیدیم، شاید خیلی هم ساده به نظر برسه، این دوتا وسیله است. اینها قالب های خشت خامه، این قالب کامل خشت خامه و این قالب نیمه خشت خام. بعضی وقتا که این قالب نیمه رو نداشتن، وقتی با این یه خشت میزدن، اینو که میکشیدن بالا با دست یه دونه وسطشو شیار مینداختن، وقتی که بعد از دو سه روز خشک میشد با یه تقه اون میشد یه دونه کاملی که تبدیل به دو تا نیمه شده. خوشبختانه در سالهای اخیر دوستانی که علاقمند به اشیا و اجناس قدیمی و عتیقه هستن، توی منازل خودشون دست به جمع‌آوری این اشیا میزنن، از دوستان و آشنایان خودشون این اجناس رو خریداری یا میگیرن، بهشون هدیه میشه و اینها رو در داخل منازل خودشون نگهداری میکنن. الان اینجا هم یه انباری دیگه است که انواع اقسام وسیله‌های مختلف رو در این انباری گردآوری کردن. حالا به بعضی از اونها میپردازیم. این هم اره های خیلی قدیمیه که دو نفره باش کار میکردن و درخت ها رو باش میبریدن. یکاش که همین ها بود و این اره برقی ها اضافه نمیشد و انقدر قطع جنگل ها، قطع درخت ها و نابودی جنگل ها اتفاق نمیافتاد. این یه اره بزرگ دیگه، ببینید چقدر هم بزرگی، از اونم بزرگتره. لنگه در قدیمی. اینم ظرف چوبیه که بهش میگن لاک. اکثر این ظرف ها در شمال ایران درست میشد. خودشون هم صاحب اینجا گفتن که اینو از سمت اشک ورات خریداری کردن. اون موقع از تنه های قطور درخت استفاده می شد تا اینکه بتونن یه چیزی مثل این رو یک تکه بسازن. چقدر وقت و حوصله می خواست و چقدر دقت و مهارت. سه شاخه یکی از درخت بریدن، بهش میگن سدیه یا سخاله. نوت برای خرمنکوبی، وقتی که گندم و جو رو میخواستن به هوا بپاشن تا دونوها رو از کاکلش جدا کنن استفاده میکردن. این چیز ابزار ساده و بدویه. اون قیچی قدیمی که بهش میگن دوارد، بریدن پشم گوسفندها ازش استفاده میکنن. دست نگه داشتنش هم سخته. بینه میگن چنبل. چنبل رو از چوب درخت فندق میسازن، وقتی که خیسه داغش میکنن و تابش میدن به این شکلش در میارن و میبندنش و به همین حالت میمونه. این رو برای بستن بار رو پشت اسب و قاطر و الاغشون استفاده میکنن. بیشتر مثلا برای آوردن علوفه برای دامهاشون استفاده میشه. خیلی خیلی عجیبه این و خیلی قدیمیه. این جعبه ابزار ماننده که میگن آهنگرها مثل این که ازش استفاده میکردن. همش بگیم که این چوبه، هم آهنی و انبر داغشون احتمالا داخلش قرار میدادن. حالا مثل جعبه ابزارهای امروزیه.
هم کندوی زنبور عسله که به این شکله و با شاخه‌های مختلف اینو میبافتنش مثل سبد. بعد از اینکه سر و تهش رو هم میبستن با چوب، اون رو با یک لایه گل میپوشوندن و یک راه ورود و خروج برای زنبورها میذاشتن داخلش. از یه طرفش هم برای برداشتن عسل استفاده میکردن. دو تا از اون صفحه های عسل داخلش میمون برای روزهای سرد زمستون که خود زنبورها ازش استفاده میکردن. اینم که سبدی که بافتن و بهش میگن چپی. وقتی که نون میپزن، نونا رو روی این میندازن. چپی. اینم گهواره. یادش بخش. چقدر تو خونه ها قبلا گهواره فت و فراغون بود. اینم انباری اینجا که خیلی خیلی خوب و تر و تمیز بوده، اما اقسام اشیاء قدیمی و کهنه رو جمع آوری کردن و به این شکل خیلی خیلی خوب ازشون نگهداری میکنن. ارتفاعات روستای رشکین ما اومدیم و گلای بنفشه فراوونی رو دیدیم. یکی از خوشبوترین گلهای دنیا گل بنفشه هست و هر جایی هم این رویش نداره، بیشتر هم در ارتفاعات ما میبینیم. البته در دشت من حتی جایی که پایین تر از سطح دریاست هم دیدم که گل بنفشه خیلی خیلی زیاد اونجا فت و فراوون دیده میشه. روستایی ها قبل از اینکه بهار رو شروع کنن، قبل از اینکه سال تحویل بشه، میرن به باغ‌های اطراف و گل بنفشه رو به همراه شکوفه های زغالخته که خودشون بهشون میگن اخت زغال میچینن و میارن سر سفره عید و همیشه گل سر سفره عیدشون همین دوتا گل هست. اصلا قابل ذکر نیست، اصلا واقعا قابل توصیف نیست که این گل چقدر خوشبوه و چقدر خواص دارویی فراوانی داره. همینطوری به صورت خام هم میشه خورد. این شاخه هایی که از اطراف ساقه درخت فندق در میاد به فارسی میگن پاجوش و به زبان محلی اینجا تات‌های علموت بهش میگن نوشت. هر ساله باید اینها هرس بشن و نکته جالب اینه که اینها رو دور نمی‌ریزن و از این پاجوش‌ها، از این شاخه‌هایی که همیشه در اطراف ساقه درخت فندق رویش میکنن، سبدهای مختلف و صنایع دستی بسیار زیبا و ظریفی میبافن. به این دیوارهای سنگچین به زبان محلی میگن سیاره. در لابلای این دیوارها انواع اقسام موشها لونه میکنند. بیشتر موشهای وحشی هستند، موشهای صحرایی. و وقتی که اینجا مثل این محوطه این سنگچین ها آوار میشن، خراب میشن، به زمین میریزن، موقع تعمیراتشون خیلی از روستایی ها میگن در لابلای این سنگ ها
چند کیلو بعضی وقتها گردو و فندق پیدا میکنن. الان بیشتر نصیب ما، این کنار من هم هست، کف دستم از قبل دیدم و برداشتم، بیشتر پوستشه که نصیب ما شده، ولی خب بازم پر فندقه و فندقهای سالم هم توش دیده میشه. این مسیری که من ازش حرکت کردم و تا اینجا رسیدم مسیر آب برای آبیاری باغهای مختلف و این سنگین ها حریم باغ پایین و باغ بالایی هست. پوست گردو هم این وسط دارم میبینم، چقدر پوست اینجا ریخته. این سالمه؟ نه. چنین چیزهایی در این اطراف بسیار زیاده، در لابلای این سنگ ها و سنگچین ها موش ها اینها رو جمع میکنن برای آذوقه روزهای سرد پاییز و زمستان. خدایا من میدونم از اینجایی که صافه بزنم. یه نواخت باشه تس آقا، همه یه نواخت باشه. خانوم هم سبد بافی میکنن؟ خانوم ها اون چیزهای چلک و اینا را میبافن، سبد هایی که پهنه با اون کفی ها را اونا را جاها برای نون و اینا میبافن. اونا یه خود ساده تر. اونایی که سختره آقایون میبافن؟ این سبد کار اونا نیست، حتی پایینش میخواییم اون سبد های بزرگ دو نفر باید باشه، یه نفر نمیشه. تو اولنگ هم نمیتونن، این کوچیکار هم نمیتونن. نه یادش بدی میتونن، اونا با هنر فکریشون فرق نمیکنه با شست. خب اونا که بزرگترشون توانه بیشتر میخواه. در روستای رشکین، معروف به رشکین پره، از توابع علموت هستیم. دوستا حبیب عزیز دارم برای ما سبد بافی میکنن و معلومه که از اون اوستاهای سبد بافی هستن که سالهای سال این کار انجام میدن. چند سال شده اولین سبدی که بافتیم تا الان چند سال شد؟ اولین سبدی که ما کوچک بودیم، پدرهای ما همه همین چوب فندق دیگه میگرفتن برای حرس که از ته بوته پاجوش میزنه، یعنی یا پاییز یا اردیبهشت. آره دیگه پاییز، بیشتر پاییز. اردیبهشت که چوب به درد سبد بافی نمیخوره. آره. بعد پاییز که میگیرن این چوبه تا اواخر زمستون هم میشه به بافی. نزدیک عیدم این چوب باز یه خورده نم بخوره میشه به بافی، چون دیگه آب نداره که بشکنه. درست. من از پدر من یاد گرفتم، بار با مثلا اخزغال میبردیم سر پل بهرام آباد، تو سبد میریختیم. تو سبد مثلا بار بود که 100 کیلو اخزغال در میامد، میبردیم اونجا پشت اسب میذاشتیم، پشت قاطر اسب. اسب کم بود تو منطقه صخرهایه. درسته. بعد میبردیم سر پل بهرام آباد، ماشین میامد اونجا، اونجا میفروختیم. از اون طرف هم تو سبد همه جور وسیله میذاشتیم، راحتی بود دیگه. بار تو کیسه و اینا له میشد دیگه. آره. مخصوصا محصول اخزغال تازه باشه یا گیلاس که محصولت این منطقه نداره، انگور. انگور برای اشکبرات تو سبد میبردن. یعنی الان تا اشکبرات تو هم خودتون با اسب و قاطر. قاطر دیگه، قاطر بیشتر. قاطر. الان اینجا این سمت میشه اشکبرات، این بیشتر. سمت میشه رامسر. یعنی اینجا مازندرانه، اینجا گیلانه. این خط تا پشت مثلا از ویارم را داشت که میرفتن قدیمی ها از گبنکول میرفتن، همه جا را داره به روسته های اشکبر و شهرها میخوره به همون رامسر و کلاچک و اینجا. عجب چاییه، چه رنگی هم داره. آقا این خدمت شما. قربان شما، دست شما درد نکنید. من یه نصف چایی برای خودم بریزم، بعد اینکه جوش اومدی دم نوش هم دم کنیم دیگه. قربان شما، دوست داری آقای من. خواهش میکنم. چایی بالا آتیش رو شما چی میگین؟ همون چایی آتیشی میگین یا؟ چا...
چای هیزومی دیگه، چای هیزومی کلسر کلسر هر روز بوسن زبزر هر روز برو تیز زبزر. آره ما قشنگ زبون شما رو فکر میکنم خیلی هاشو متوجه میشن. زبون علموتی دیگه، علموتی گویش علموته. ما بیشتر تات هستن اینجا دیگه. اسم این چی بود؟ اولنگ. اولنگ ما میگیم اولنگ. در اصل همه اسم اصلیشون از چوب بافتنی سبد من تو بافیه. آره سبد بافیه میگه اولنگ. اینه بعد تقویتی میزنیم تان میشه. الان توی سبد بافی به این میگن اولنگ بزرگ، این سبدی که به این زیبایی و با این ظرافت بافته شد توسط آقا حبیب عزیز، این اولنگ بزرگه و این هم اولنگ کوچیکه. این ظریف‌تره. همه اینها، این سبد و این سبد، اون سبد بزرگتر، همشون از چوب درخت فندق درست شده. عمده محصولاتی که در اطراف می‌بینید یکیش فندقه و یکی دیگه زغالخته. ضایعات درخت به محیط زیست هم هیچ آسیبی نمیزنه. برای همین ده بارم سوغات میداد. من سوغات میدم برای بچه های من، انگور میریزم، زغالخته میریزم، اینا رو. اصلا این خالیش هم خودش سوغاته. عجب بوی دود گرفته. به این گیاه میگن لزنه به زبان تاتی. داخل دوغ هم میریزن درسته؟ بره. داخل دوغ میریزن اینو، ولی دمنوش ازش استفاده میکنن. از ییلاق های همین اطراف اینو میچینن. فصل بهار دیگه. تابستان. اون ییلاق تابستانیه. آها ییلاق. بهار در نمیاد. برف اونجا. دیرتر میرن به اونجا. کافیه؟ بله بله. آره. زیاد نباشه. روی آتیش بذارم؟ آره یه 5-6 دقیقه بمونه دیگه. تنها چوبی که اینجا میبینیم غیر از چوبهای فندق استفاده شده اینه که بهش میگم وی. وی همون چوبهای بیده که ازش استفاده میکنند. اونه زنها میبافن. اونه آره. از ظرافتش معلومه که کار آقایون نباید بشه. پس این از درخت بیده. بله بله. بوی. چرا بو هم داره؟ فندق. این مال باغ شماست دیگه؟ بله. فندق ما موقع شهریور که شروع میشه، یعنی 20 مرداد شروع میکنن. اونایی که فندق جمعیت دارن، بعد یه چوبایی هست میگیم گاش. گاشا رو میاریم، با کارگر میاریم، فندق میکشیم پایین، فندق میچینیم، میریزیم زمین، زنها جمع میکنن. بعد میبریم رو پشت بام، آفتاب میکنیم. از پوست که درات این زرینه، آفتاب خوش که از لحاظ قیمتی این بهتر میبرن. فندق بهتر خریدار داره یا زغالخته؟ زغال تازه برای فشار خون خیلی اثرگذاره، خیلی مفیده. مخصوصا یه خوردم زنا ترشی که درست میکنن کم میریزن تو مسما، خیلی خوشمزه در بیاد. ترشی اختزغال خیلی خوبه. یه نکته ای که من باید بگم، من نکته ظریفیه، اگر از اینها استفاده میکردن برای حمل و نقل میوه هایی مثل زغالخته یا انگور، اینو حتما به شکل مخروطی شکل در میوردن. پایینش باریکتر بود که به میوه ها فشار زیادی نیاد و در زمان حمل و نقل له نشن. این شکل مهندسی بوده، الکی نیست که زیرش باریکتره و بالاش بازتر و پهنتره. شما طبع شعر هم شنیدم دارید، حتی خوندید برای ما قبلا، حالا هم برای ما بخونید. آقای منیری، بالاخره تو این دل روستا دلم وقتی که تنگ میشه شعرهای زمزمه میکنم. سواد اونچنانی هم ندارم. میگه که تمام کارها رو به روال است، طبیب دردها اختزغال است، که فندق سمبل جشن و سرور است، شبت خوشمزه تر خندان کشور است. ببر گردوی خوشمزه ز دیقان، زمستانا بخور هر شب فسنجان. اینم برای محصول، البته همه محصول ها ارزش دارن، همه زحمتکشان دیقان
این برای محصول اختصاصی برای خودتونه دیگه. بالاخره حقیقت هم دارد، چیزایی که مصنوعی نباشه واقعا هر چیزی برای یکی برای آهن خوبه، یکی برای محصول دیگه. اینم خدمت شما. بو کنم اینم خوبه. لزنه بله. چون زبان شعرت که خیلی خوب بود، حالا گلوی خوندن خوبی هم میدونم داری، هنجره خیلی خوب. زمزمه هایی میکنیم ولی خب دیگه لخره تو باغ برای پندخچین، برای اینکه دلمون تنگ نشه یه زمزمی که به زبان هم خودمان، به زبان خودمان دیگه. علموتی باهوش خوب مینی شعر بد گوش، گویش علموت بازر و سکه نروش. اونجا رو میگم زرهندار دیگه. مثلا قدیم یلاق بار قاطر علف از او کوها می آوردن، بعد این صدای زنگ در زرپندار برای گردن قاطر رو اینا می بستن، کاربداران گفتن که زمزمه می کردن. ما هم تو باغ نوای اونها رو زمزمه می کنیم. این زرپنداری تلای زنگی صدا با زر پنداری تلام زنگی صداه، بشین بینی کدام بند خداه. اگر میمیار ببوم کارین دارین، کس دیگر ببوم ویرین بیارین. نارد دشتیام من دشت وانام، میار نازنین در شوبه را سر، میار نازنین در شوبه را سر. خیلی عالی، دست شما در نکنه. چرا عالی، دم شما گرم. حقیقت را شنیدم دور و نزدیک. دلیل کوچه های تنگ و باریک دو قهری روبرو از هم درآیند، لب خندان به روی هم گشایند. آفرین. این دلیل کوچه. این شعر شماست؟ بله، من از خودم گفتم. آفرین. من این کوچه های باریک تصور کردم، گفتم که مثلا الان کوچه ها آثارش هست. بله. که دو نفر رد نمیشن. میگه حقیقت را شنیدم دور و نزدیک. دلیل کوچه های تنگ و باریک دو قهری روبرو از هم درآیند، لب خندان به روی هم گشایند. خیلی خوب بود، خیلی خوب. آره ببین، مثلا جاهایی مثل یزد، شهرهایی مثل اردکان، مثلا کوچه هاشون همینه، کوچه آشتیکانان که خیلی تنگه و به سختی میشه دو نفر از کنار هم رد بشن، و دو نفری که قهر بودن اگر از این کوچه میخواستن رد بشن میگفتن که با هم آشتی میکنن. درست مصداق حرف شما همون کوچه هاست و کوچه هایی که قبلا در این روستای شما هم بوده. بودن 3-4 ساعتی که ما مشغول بافتن این سبد زیبا هستیم. حتی من که کار خاصی نمی کنم، تمام زحمت رو با اوستا حبیب عزیزه. این دیگه اواخرشه دیگه. بله، این اواخره دیگه الان میخواییم ببندیم و خلاصش کنیم. فقط اینا رو میخوام بزنم با اجازه شما. خواهش میکنم. اگر اجازه بدید دست به من بدید. خدمت شما. قربان شما، دست شما. من بیارمش اینجا؟ همین. بعد اینا رو دور میدیم. البته اینا نرم، آتش نمیخواد. میخواستم آتش. یه نکته ای که من باید حتما بگم اینه که این همه شعرهای خوبی که صاحبی و عزیز خوندن، حدوداً 4 ساله که شعر و شاعری رو شروع کردن و هیچ سابقه خاصی در شعر ندارن و این طبع لطیف ایشون و استعداد خیلی خوبشونه که الان با حدوداً 57 سال سن، 56 سال سن و انقدر خوب و دقیق و بهتر از همشون با احساس شعر میگن. خلوت بودن روستا آدم به شعر میاره. بله بله، سکوت و آرامش روستاست. من مثلا بیشترین چیزی که به من الهام میده، تسکین دل من میشه شعره.
مداد و پاکن اینا دارم همراه خودم، از یه رای دارم میرم، از یه سوژه که شروع کنم شعر درست میکنم، بعد اینه حلاجی میکنم، حلاجی میکنم با معنا باشی. اولین بار برای کی میخونید وقتی که شعر تموم میشه؟ برای خانم من خیلی تایید میکنه، بعد با بچه های من. خانم من مثلا بگید که این کلام درست نیست، من حذف میکنم. عشق محبتی، اون عشق شعر، اون عشق مهربانی، عشق مهمان نوازی از من بیشتر مال همسرای ما هست. بله اینا واقعا زحمت کشه. اهالی روستا همیشه اینطوریه، ولی مادرهای مهربان خیلی محبت دارن. اصلا مردمان روستای فش خیلی مهمان نوازن. کوکندر ناحیه چند روستا است، یکی روستا که نام او جدا است، چون نیک و نام دی نیکو سرشته است، که نام دلنشین روستای فشک است. این شدش سبد امروز ما. این آقای منیری هدیه به شما. قربون شما برم، دست شما درد نکنم. هدیه به شما. واقعا دست شما درد نکنم. خیلی محبت کردیم، خیلی محبت کردیم. چقدر این هدیه واقعا از باز دل و جان اینو دوست دارم. هرچند بخوایی ما شما. که نباید بخریم، چوب نباید بخریم. قربون شما، آخه زحمت شما اصلا واقعا گفتنی نیست که چقدر ارزش داره. یه موقع برف بیا تو یه جای گرمی میشینیم، یه ایوانی، یه تندورسانی، اینا میشینیم، اینا رو درست میکنیم. دست شما در نکنه، یک دنیا ممنون. خیلی محبت کردیم. من ببوسمتون چون نه، خواهش میکنم قربون شما، من شما رو ببوسم. قربان ممنون، خیلی مختصم. قربان شما. پیر مادر توی خوشه با عصا خسته خسته میرود، جه ها به پا. از کنارش رد مشو سر به هوا، او به مقصد میرسد، تو بین را. چشمه آب روان را گل نکن، دست پیر ناتوان را ول نکن. بذر نیکی کشت کن ای نوجوان، ور نخند بر چهره پیر کمان. حرف خود را پخته کن اندر دهان، عیب خود را نه عیب دیگران. کاروان باش و نزن سنگی به چا، یوسفی در غار چا دارد پناه. فاصله تقریبی شهر قزوین تا روستای قزوین حدود 68 کیلومتره. آسیه چشمه نام چشمه اصلی روستای قزوین و کلمه آسیه به معنای آسیابه که در مسیر این چشمه آسیاب آبی قرار داشت که با آب همین چشمه پره های اون به گردش در می اومد. در گذشته ها بر حسب معمول هر خانوار می بایست آذوقه سالیانه خودش رو از طریق کشت و کار تهیه کنه. لذا اکثر ساکنین چند رأس بز، گوسفند و گاو ماده برای شیر، ماست و پنیر داشتن و در کنار اون از گاو نر برای کشت و کار بهره می بردن. در همه روستاهای این منطقه از چهار پایان برای حمل و نقل و امور کشاورزی استفاده می شد. کشاورزان پس از بارش اولین باران پاییزی با توکل بر خدا و گفتن بسم الله بذر گندم و جو رو در زمین‌های خودشون می‌کاشتند و دعا می‌کردند که با نزول برف و باران بیشتر محصول خوبی به دست بیارن. الان مدت هاست که ما صدای این سگ، توله سگ رو میشنویم که به نظر میرسه تو گیر کرده تو این
جوی آب نمیتونی درش بیارم. عزیزم تمام تنش خیسه خیسه و داره میلرزه از سرما. نظر اونم به نظر کوچیکه، اونم یک چشمش نابیناست، به نظر میرسه من بعیده که اون مادرش باشه. این یکی از کارهای غیر اصولی که انجام دادن زدن این جوی آبه به این شکل و با این عمق که یه حیوانی مثل این اگر داخلش بیفته به این سادگی ها نمیتونه خودشو نجات بده. اگر شاید ما به دادش نمیرسیدیم معلوم نبود تا کی دووم بیاره و احتمالا تلف میشد. چه تناب کیپی هم دور گردنشه. اینم بس برم چاقو در بیارم و اینو بازش کنم. به مرور که بزرگ میشن گردنشون هم بزرگتر میشه و فشار میاد و ایجاد زخم عمیق میکنه و اون هم کشنده است برای حیوان خدا. این چجوری نگاه میکنه، تمام بدنش خیسه. برم چاقومو در بیارم و یواش یواش گردنشو باز کنم. این تنابه باید باز شه. نترس، 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 عزیزم نترس. چقدر محکم بسته شده بود. برو، 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 نیفتی دوباره. برو، برو. آفرین. صورت اتفاقی این سنگ رو دیدم، سنگیه که معلوم از جای دیگه آوردنش و در داخل زمین کار گذاشتن و برای تیز کردن کارد و چاقو مخصوصا به نظرم برای تیز کردن داس ازش استفاده میکنن. اینقدر ساییده شده که قوس برداشته. اینجا روستای قزوین هست، بالاتر از روستای فشک و حدوداً 1600 متر بالاتر از سطح دریای آزاد. ساختمان بسیار زیبا و عظیمی که پشت سر من میبینید یک دنیا ارزش داره. اصلا نرده هایی که جلوی این ساختمان هست خودش حکایتیه که چجوری درست شده، با چه رنج و زحمتی و به اینجا منتقل شده و نصب شده. خونه کت خدا ما الان به سر میبریم. اینجا اتاقی بوده که پشت این اتاق هم یک اتاق دیگه بوده به اسم پسین. دری هم که پشت من میبینید دریه که با ظرافت هرچه تمامتر ساخته شده. خیلی زیباست این در و مشخصه خیلی قدیمیه. و یه نکته مهم شاید تکراری هم باشه اینه که در ساخت این در به هیچ وجه از هیچ میخی استفاده نشده. در کنار من همین سبد بزرگ رو میبینید که از چوب درخت فندق ساخته شده، بهش میگن قفس و داخلش هم فندق نگه میداشتن. چه خوشبخت بود اون کسی که انقدر فندق داشت. البته اینجا به وفور نعمت فندق زیاد و فراغونه. این هم یک سبد کوچیکه
که بهش میگن چلک. این هم از چوب فندق ساخته شده و ولی ظریف‌تر، خیلی ظریف‌تره. در داخل زغال اخته میریختن، اونم یه سبد کوچیک. و این که چقدر سنگینه بهش میگن آفتابه بزرگ، آفتابه بزرگ، آفتابه. و جالبی که بیرونش یه خورده کنده کاری و نقش و نگار داره. همه چیز اینجا خیلی جالب و زیباست. کوزه‌ای که داخلش پر گردوه، آفتابه، و اون ظرف و سینی چوبی که بهش میگن پاتن، وسیله‌ای که باش برنج رو مثلا به هوا میدادن تا چیزایی که آشغالایی که توش هست ازش جدا بشه، و پنجره مشبک که باز هم در ساختش به هیچ وجه از هیچ میخی استفاده نشده. دیوارهای اینجا هم خیلی ضخیمه و از گل و کاهگل و خشت خام درست شده. نکته جالبی که من دیدم، قبلا هم یکی دو جا من چنین چیزی رو دیده بودم که بهش میگن گلبوری. الان نقوشی که این بالا میبینید یه جورایی گلبوری شده و به این شکل در اومده و داره سطوح مختلفی هست، یعنی این سطح بالاتره، دو سان پایین ترش این سطحه و حدودا دو سان پایین تر باز این سطح، و چارچوبی که اطراف این پنجره میبینید باز حدودا دو سان پایین تره. و حتی پنجره که نه، اشتباه کردم، این تاقچه هست. خونه ارباب، خونه کت خدا، خونه کت خدا میگن حدوداً بیش از 300 سال قدمت داره. این خیلیه، 300 سال یک خونه باز هم به این خوبی مونده باشه. حتی این سبد میگن حدوداً دو برابر سن من سن داره و از عمرش میگذره. در سمت راست منم گنجه قرار داره که محل نگهداری ظرف و ظروف ساکنین اینجا بوده. الان توش خالیه. چه زخامتیه این دیوار. یه نکته دیگه اینی که در داخل پسین ظروف سفالی خیلی بزرگه. حتی ظروف که نمیشه گفت، به زبان محلی بهش میگن کندو. یک سیلوهای کوچیکیه برای نگهداری غلات، سه گندم و جو. اون رو هم با هم دیگه میریم ببینیم. ضخامت این دیوار خودش 1.5 متر حدودا. این هم دو تا کندو، اینم چند تا، 1-2-4 تا لایه رو رو هم دیگه بند زدن و شده این کندو که محل نگهداری احتمالاً گندم یا جو بوده و بعد هم احتمالاً برنج. یک کندوی دیگه هم اینجاست. 1-2-3-4-5 تا، این 5 تا ردیف بند زده شده روی هم دیگه. این هم بهش میگن چرک، همون چرخ نخریسی یا پشمریسیه. هنوز به نظر میچرخه. و هم گاواهن برای شخم زدن زمین های کشاورزی که دوتا گاو اینا میکشیدن که بهشون گفتن ورزاگاو های بزرگی بودن و این رو داخل زمین میکشیدن و زمین رو شخم میزدن. چقدر با ارزش این بنا، و حدوداً حساب کنید 300-400 سال میگن از عمرش گذشته، ولی همچنان خدا رو شکر پا بر جا و سالم مونده. امیدواریم صدها سال همچنان پا بر جا و سالم باقی بمونه و به هیچ وجه تخریب نشه. و یک نکته جالب دیگه، گوشه این اتاقی که
پنیرها رو داخل کوزه های سفالی میذارن و داخل زمین قرار میدن و دورش رو خاک میریزن تا در سرمای داخل زمین حفظ بشه و خراب نشه. حالا سراغ اون پنیر میریم طبق معمول ببینیم که چه مزه‌ایه. بوی پنیر پیچید. این هم قاشق چوبی معروف شمالی ها به اسم جیف کچه، این قاشق جیبی. عجب چیزیه، ولی خیلی شوره. فکر کنم پایینش بهتر باشه چون روشو زیاد نمک میریزن. این پایینش چطوره؟ همچنان شوره ولی خیلی خوشمزه است. سیل مهاجرت و هجوم افراد به سمت شهرها در این روستا هم دیده میشه، به طوری که اغلب افراد ساکن در روستای قزوین سال خوردگان و افراد میان سالند. مشکلات عمده روستاییان عدم اشتغال به کاره که در پی اون مهاجرت‌های شتاب زده جوانان رشد چشمگیری داشته و در نتیجه این مهاجرت‌ها روستا از نیروی انسانی تهی شده. واقعیت این که روستاها بدون نیروی انسانی رفته رفته خالی از سکنه و باغ‌ها و مزارع به تدریج خشک میشن و از بین میرن. روستای قزوین با 80 خانوار جمعیت به نسبت از روستاهای روح‌آباد، فشک و رشکین فاصله بیشتری داره، ولی به لحاظ نژاد، زبان، آداب و رسوم و شاخصه‌های دیگه قومی دارای اشتراکات فراوانی با این روستاهاست. شد؟ یه بندر نیفته. هم بزنن؟ یه ضربه هم بطر بدن بشید. از چند هفته قبل از عید مردم روستاهای مختلف در اقصی نقاط ایران شروع میکنن به رفت و رو به خونه هاشون، به شستن فرش ها و لباس هاشون و گردگیری. در این روستا، یعنی روستای قزوین، خیلی از مردم رو دیدیم مشغول خانه تکانی بودن و ایشون هم الان مشغول هستن که به این کار میگن گلکاری. و این ابزاری که دارن یه دونه جاروه و گلی که از اطراف، از کوهستان‌های اطراف میکنن و به اینجا میارن، بهش میگن سفید گل. و همین رنگی که داره، من باورم نمیشد که این رنگ
تقریبا تیره تبدیل به همون رنگ سفیدی میشه که روی دیوار میبینید. اینه دیگه، این همون سفید گله، البته الان به رنگ کرمه ولی وقتی که به دیوار زده میشه تقریبا سفید میشه. خانمزاری الان شما شروع میکنید به خونه تکانی و فرش شستن و دیگه همه کارهایی که قبل از عید انجام میدید. داخل اتاق رو هم همین می‌زنید. داخل اتاق سفید نباشه همین می‌زنید. سفید باشه که رنگ بکنه. سفید منظورتون گچه دیگه. سفید اگه نباشه باشه رنگ می‌زنیم، سفید گل می‌زنیم. گل کار. یه هفته تو هفته خواسته باشه عید می‌شروع می‌کنیم تا دو هفته تمام شه که دیگه عید تمام کنه. کارای ما تمام. دیگه خیالتون راحته کارتون انجام. دیگه ما درست کردیم همه چیزو. تخم مرغ هم رنگ می‌کنین؟ آره، هفت‌سین می‌گیریم درست می‌کنیم. تخم مرغ با چی رنگ می‌کنین؟ با آب رنگ. یعنی با پوست پیاز و مواد گیاهی تخم مرغ رنگ نمی‌کنین؟ نه، ما همینجور بچه‌ها آب رنگ از مدرسه دارن، از همون ها استفاده می‌کنیم. اینا دیگه خیلی تفاوت داره با قبلن‌ها. قدیمی من چندون قدیمی نیستم. اجازه جدید من 40 سالم رو نمی‌بینم. حالا قدیم دیگه مادرم بود، اینا رو می‌گم مادر من از دست دادن. خدا بیامرزدش. عمرش داد به شما رفت. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگیم شما رو بیامرزد. دیگه الان با پوست پیاز و انواع اقسام مواد گیاهی تخم مرغ‌ها رو رنگ نمی‌کنن. ته هستن، حتی تو شهرم می‌دونم که این کارها رو می‌کنن و با مواد گیاهی تخم مرغ‌ها رو رنگ می‌کنن. ولی ایشون میگن ما دیگه با آب رنگ و وسایل رنگی بچه‌ها این کارو انجام میدیم. فکر کنم حل شد. من برم. من فاصله بگیرم که شما برو اون باید که به لباست نخوره. اولش که قرار بود ما این کار رو انجام بدیم گفتن که کار میکنم سر تا پات سفید بشه، بعد فهمیدیم شوخی میکنم. دلم سوخت برام. دلشون سوخت برام. بفرمایید. Thank you.
صبوری بس قده بر بگودی یه تلاکو پیش دبا مهونی دنبال صبوری بس قده بر بگودی دو تبالنگای داشت هر دینی کل بار صبوری بس قده بر بگودی یه تامون گاز بزام یه تامی آبرار صبوری بس قده بر بگودی دیگه دی قربان صبوره به بچیم کوهان صبوره الان ها چی مخده صبوره.